بسم الله الرحمن الرحیم مصاحبه چند روز پیش ما با استاپ‌های خیلی زیادی داشت و البته من در جریان همشون قرار ندارم اما همونطور که پیش بینی میشد ماشین تخریب به کار افتاد یک کسی نوشت که بنده دنبال پست و مقام و ریاست جمهوری هستم اون یک کس دیگر نوشت که این یه مرده سیاسیه دیگری نوشت که فساد اخلاقی و مشکل اخلاقی داره یکی دیگه نوشت که اصلا نتونه صدا و سیما رو اداره کنه مدیریت نداشت و بحثایی از این قبیل خب اونهایی که این مطالب رو نوشتن اگر بابت نوشتن این مطالب پولی دریافت کردن دست مریضات و اونهایی که به خاطر تهدید و تحت فشار تهمت زدند اونها هم بالاخره میخوان زندگی کنند من با اونها کاری ندارم الان سوال اصلی من و موضوع اصلی من این هست که ما در مورد چند تا پرونده به طور مشخص در سازمان صدا و سیما صحبت کردیم که اینها شایبه زد و بند و فساد مالی داشت و در حالی که به اینها داشت رسیدگی می شد و از طرف دیگه دنبال این بودیم که درآمدهای پنهان صدا و سیما رو واقعی و آشکار کنیم و بگذاریم یک صدا و سیمای مستقلی باشه که دست گدایی پیش این و اون دراز نکنه در حالی که اینها تقریبا همزمان داشت پیگیری می شد ناگهان از آستین جناب طائب و دوستانشون یک جاسوس زد بیرون و شهرزاد میرغلی خان شد جاسوس خب سوال مهم این بود که چطور به یک همچین چیزی رسیدن من مکاتبات متعددی داشتم و اینها پاسخ ندادند و از طرف دیگه نکته مهمتر این بود که مرتب به ایشون میگفتن که چرا کتاب نوشتی خب اون کتابی که ایشون نوشته بود کتاب علیه حقوق بشر در زندانهای آمریکا بود به عنوان تنها فرد ایرانی که بدون داشتن جرمی زندانی شده بود و 5 سال در زندانهای آمریکا به سر برده بود و این کتاب تنها کتاب مستند یک ایرانی هست که از درون زندانهای آمریکا مسائل رو مطرح کرده خب اینها به جای اینکه به این سوالها جواب بدن ماشین تخریب رو به کار انداختن و شروع کردن اتهامات و مسائل زیاد تهمتها رو زدند و تا اصل ماجرا و اصل موضوع تحت شعاع قرار بگیره و اونها پنهان بمونه من گفتم که اگر جوان مرد بودن باید می آمدن و رسما توضیح میدادن راجع به این کارهایی که کردن و این خانم رو بدون دلیل از کشور اخراج کردند و حقش رو از بین بردن و ایشون من میدونم که دنبال پیگیری حق و حقوقش هست و از هیچ چی هم باکی نداره ولی خب از این که فعلا ناامید شدم اما یک امید اندکی داشتم که اینها از قیامت و روز جزا بترسند و اگر فکر میکنن که در این دنیا به نامه اعمالشون کسی نیست که رسیدگی کنه نگران این باشن که در دادگاه عدل الهی به پرونده اعمالشون رسیدگی بشه که این امیدم کم کم داره از بین میره خداوند عاقبت همه ما رو ختم به خیر بگردانه